شعارهای روز دانشجو درباره فضای سیاسی ایران به ما چه میگوید؟ آیا گفتمان چپ در فضای سیاسی فعلی ایران میتواند اعتراضها را هدایت کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. در 16 آذر امسال روز دانشجو، شعارهایی که دانشجویان در مراسم می‌دادند یا روی پلاکارت‌ها نوشته بودند، منتقدان زیادی در بین مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور داشت. به خصوص شعاری که در آن آمده بود از ایران، فرانسه، عراق، لبنان و شیلی مبارزه یکیست، سرنگونی نئولیبرالیسم. این انتقاد از منظرهای متفاوتی مطرح می شود، ولی اینکه اساساً چطور مقایسه است مثلا بین ایران و فرانسه. دوم اینکه کسانی که در خیابانهای شهرهای مختلف ایران شعار می دادند، شعارشان سرنگونی نظام است نه شیوه های آن، و دانشجویان راه را اشتباه گرفتند. آیا دعوای جاری در ایران دعوای چپ و امپریالیسم است؟ آیا دانشجویان از مردم خیابان فاصله دارند یا نه؟ آنها حرف مردم و جامعه را می فهمند و براندازان خارج نشین حرف مردم را نمی فهمند. دو میهمان داریم. عبدالرضا احمدی، تحلیلگر مالی و عضو سازمان دانش آموختگان لیبرال از فرانکفورت. آقای احمدی معتقد هستند که برداشت اشتباه از نئولیبرالیسم باعث این نگاه شده. و امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه سیاسی از پاریس، که به نئولیبرالیسم انتقاد دارند. من خوش آمد میگم به هر دوی شما. اول از شما میپرسم آقای کیانپور، به نظر شما واقعا این شعاری که شنیدیم، من خوندم، روی پلاکارت ها هم دیده شد، به نظر شما این دعوای واقعی الان در جامعه ایران هست؟ مسئله اصلی نئولیبرالیسم هست؟ ببینید، این شعار که در واقع روی پلاکارت دانشجویان بود و قبلترش ما به شکل خودجوش در جنبش جلیق زرد ها هم دیدیم، یک جای دیگه دنیا همین اعلام همبستگی و نمونه های دیگه شده کشورهای دیگه میبینیم، خیلی شعار هوشمندانه بود در کنار بقیه شعارهایی که دانشجویان دادن و نشون دادن که واقعا دانشجویان وجدان بیدار جامعه هستن. شما اگر تمام شعارها و پلاکارت ها رو مرور کنید، از اینکه کلن یعنی کلن و در واقع این معناش نشان رفتن کلیت نظام هست، تا شعار علیه قوه قضاییه، علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری و اعلام همبستگی مثلا با جنبش لبنان که در واقع یکی از خواستای اصلیش کنار رفتن حزب الله است در این کشور، شما ببینید تمام در واقع این شعارها همون چیزهایی است که در خواست مردمه، و این خواست رو در شرایطی که زیر سایه فشار امنیتی و سرکوب در خیزش آبان ماه مردم نتونستن نماد و شعار و در واقع خواستای خودشون رو به روشنی بیان کنن، دانشجویان به ما خیلی به روشنی نشون دادن که مردم چی میخوان. و اینها یادمون نره همون دانشجوهایی هستند که قبلا در دی ماه 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو همونها دادند و به درستی در واقع خواست مردم رو صرف و بیان کردند. آقای احمدی، نظر شما چیه؟ شما آیا با این دیدگاه موافق هستید؟ من از روز اول به صورت کوتاه یک ادای احترام کنم به جان باختگان هفته اخیر و عرض تسلیت بگم به خانواده هاشون، به خصوص خانواده پویا بختیاری عزیز که ظاهرا پدرش برای پنجیده هم یک فراخوان چیزی اعلام کرده. اما این چیزی که مهمان عزیزتون میگه، که حالا فقط گفته های ایشون هم نیست، آیه عوازری در تهران هم همینا رو میگه، به نظرم یک فهم غلط از در واقع یک مسئله است. چون وقتی با یک مسئله روبرو میشی، یا اینکه اون رو درست میفهمی، حقیقت اون مسئله رو میفهمی، یا اینکه فرافکنی میکنی. ببینید، ما اساسا در ایران بعد از 57 اصلا سرمایه داری نداریم که حالا بخوایم بر ضد اون سرمایه داری یک گفتمان را بندازیم. اتفاقا به عقیده من، چیزی که نه فقط خاص خارج نشینانه، چیزی که در بدنه جنبشی که از 96 شروع شده، من که ما 96 یک اعتراضاتی داشتیم که حکومت مدعی بود این رو از بین برده، اما تحلیل و ادامه اون روند تا سال 98 به یک بلوغی میرسه
و خرد جمعی در درجه اول اون رو داره هدایت میکنه در کنار افراد دیگه‌ای که در خیابون صداشون رو میشنویم دیگه، مثل شاهزاده رضا پهلوی. اما اساسا ما در ایران بعد از سال 57 که اینو متن قانون اساسی نشون میده، اصل 44 قانون اساسی آمد و یکسره و فیصله داد به خصوصی سازی در ایران. همه نهادها رو از آن خودش کرد، مصادره کرد، بانک ها، شرکت های بزرگ رو، و عملا یک الگویی ساخت به نام حکمرانی مذهبی، چیزی که حالا در واقع سوسیالیست هم دنبالن، یک دولتی که همه قدرت اقتصادی دستشه و یک سری شهروند که دارن براش کار میکنن و حالا باید در قالب کوپن، سوبسید و هر چیز دیگه ای مثل کشورهای دیگه یه آمریکای جنوبی بیان و مزد بگیرن. اما اتفاقاتی که از 96 داره رخ میده، در درجه اول میاد اعتراض میکنن به بانکداری دولتی، بعد میاد اعتراض میشه به فساد سیستماتیک. خب اینا همه شعارهای نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم چه چیزی میگه؟ نئولیبرالیسم میگه آقا دولت باید کوچک بشود، باید با فساد مقابله بشود، باید ساختارها شفاف بشه، باید دست نهادهای شبه دولتی. مثلا همین هفته گذشته من داشتم میخوندم شرکت های دانش بنیان رو آستان قدس رضوی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است اومده سرمایه گذاری کرده و خودشون میگن ما میخوایم این شرکت های دانش بنیان رو بیایم زیر چتر آستان قدس رضوی. خب این اصلا نمیشه بهش بگی شما با یک سرمایه داری روبرو هستی که حالا اصلا میگم من به نظر من اصلا سرمایه داری بعد از 50 اصلا در ایران شروع نشده. حالا بخوایم بگیم که میخوایم اینو به پایان برسونیم و جنبشی که در ایران هست، اتفاقا من معتقدم که یک جنبش نئولیبرالیست. نظرتون رو بپرسم آقای کیانپور. والا بهمان از شما خیلی ادعای عجیبی کرد. ببین هر جا ما مالکیت خصوصی و کار موسی داریم سرمایه داری. سرمایه داری هم پدیده جهانی است و من واقعا ترجمه میکنم نه الان، 50 سال قبل هم در ایران سرمایه داری بود و اصولا همه جای دنیا در واقع نظام حاکم اینجوریه، چون در ذات در واقع سرمایه داری جهانی بودن هست. در مورد در واقع نئولیبرالیسم، خب این مفهوم مجادله آمیزیه، تعاریف مثلا نظریه پردازان مارکسیست، جهانی سازی یا فیلسوفان سیاسی است، این مفهوم هر کدوم فرق میکنه. نظریه پردازان اقتصادی مثلا چپ این رو بر اساس یک جور روند مقررات زدایی، حمله به تشکل‌های کارگری و روشن بپرسم های کیانپور، آیا اون چه که در ایران میگذره در سیستم اقتصادی ایران نئولیبرال هست؟ آیا اون سیستم چیزی هست که باید براندازی بشه؟ در واقع اون چیزی که دانشجویان گفتن مبارزه با نئولیبرالیسم مسئله اساسی هست، آیا واقعا ایران در تعریف نئولیبرالیسم میگنجه؟ ببینید به سه معنا میشه در مورد نئولیبرالیسم در ایران صحبت کردم. قبلش اجازه بدید من چند جمله بگم که اصلا داریم راجع به چی حرف میزنیم. در واقع ببینید یک گرایش ذاتی در سرمایه‌داری هست، اون هم گرایش به در واقع بس و گسترش خودشه. یعنی سرمایه‌داری در واقع نیروی وحشیه، میخواد همه چی رو بگیره و در واقع قاعدش همین بیشتر و بیشتر هست و دوست داره از قید در واقع قیود و قواعدی که بهش تحمیل میشه رها بشه. نئولیبرالیسم در واقع سرمایه‌داری که خودش میتونه از این قید در واقع رها کرده، با دورانی رو ما دوران نئولیبرالیسم میگیم که دیگه نه در واقع قواعد تنظیمی بازار میتونه سرمایه رو مهار کنه و نه در واقع اصول انسان دوستانه و دموکراسی و این مسائل، یعنی همه سپهرهای زندگی در واقع تسخیر شده. ما مثلا از انسان حتی به عنوان سرمایه حرف میزنیم، میگیم سرمایه انسانی خودش در واقع این یه جور منطق حکمرانی جدیدی به وجود میاره که در واقع توش دموکراسی بی‌معنا میشه، میشه کسب و کار، همه چی میشه در واقع همین کسب و کار یا کاسب کاری. در ایران به طور مشخص ببینید نئولیبرالیسم هر جایی یک شکلی به خودش میگیره و فرق میکنه مثلا بین تحقق سیاست های نئولیبرالیسم به شکل وحشیانه در آمریکای لاتین با شکل نرمالایز شدهش در مثلا فرانسه. تو ایران خب گفتم از سه جهت میشه راجع به در واقع
وجود نئولیبرالیسم حرف زد. یکی اینکه در واقع تمام دولت‌های ایران از هاشمی رفسنجانی دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کردن و در مورد این حالا صحبت شده و در واقع اصول گرا اصلاح طلب هم نداره و خب این فکت است، واقعیت است در واقع. و خب این باک روند در واقع خصوصی سازی روبرو بودیم که در واقع معمار اصلیش خود آیت الله خامنه‌ای بوده با تفسیری که در واقع از این اصل قانون اساسی داد. و از یاد نبریم بزرگترین خصوصی در خود سپاه پاسداران اتفاق افتاده. ببینید این در واقع به بنای دوم فرمایید اونچه که الان در واقع امپراتوری مالی سپاه یا مثلا سایر امپراتوری های مالی که در ایران میشناسیم مثل آستان قدس و اینها رو شما خصوصی فرض میکنید؟ ببینید امپراتوری کلمه دقیقی نیست، ما با انحصار روبرو هستیم. این در واقع یک در واقع سپاه یک موقعیت انحصاری داره در یک شرایط غیر مقررات زدائی، در واقع اون چیزی که قایت و دلخواه در واقع همین سیاستمدار نئولیبرال هم کار میکنیم. و یکی از خصیصه های اصلی در واقع نئولیبرالیسم تبدیل شدن دولت یا در واقع نهادهای در اینجا در واقع دولت پنهان که در رأس دولت فقیه است به یک شرکت تجاریه. ببینید نهاد دولت فقیه با تمام زیر مجموعهاش واقعا خب مدت هاست تبدیل شده به یک شرکت تجاری. ببینیم آقای احمدی چی میگن، چون آقای احمدی من یادم هست که یک پروژه هم داشتن، پروژه فسادبان، روی این چیزها خیلی به دقت کار کردن. آیا شما موافقید با این ارزیابی؟ نه فکر میگم اصلا تعریفی که ایشون میگن اصلا تعریف آکادمیک هم نیست، من نمیتونم از بهش بزنم. ببینید گفتن آقای هاشمی خصوصی سازی رو شروع کرده در صورتی که در ایران اقتصاد ایران یک چیز شبیه کمونیسمه، دولت صاحب همه چیزه. نئولیبرالیسم اما چیز دیگه ای رو میگه. نئولیبرالیسم میگه دولت وظیفش تأمین اجتماعیه، وظیفش ایجاد امنیته، وظیفش ایجاد آموزش رایگانه. به خاطر این من میگم که شما وقتی در خیابان ها نگاه کنید از سال 96 خواسته های یک خواسته های نئولیبرالیسم. احمدی بذارید من یه چیزی اینجا وارد بکنم به این بحث، برای اینکه این یه مقدار آدم رو گیج میکنه. شما وقتی میرید سراغ مثلا کارگران هفت تپه که اعتراضشون اعتراض روشنی هست، تا یه مدت قابل توجهی دارن اعتراض میکنن، به وضع معیشتیشون اعتراض دارن و میگن دولت باید این کارخونه رو پس بگیره. پاسخ شما به یک همچین اظهار نظرهای چیه پس؟ بله، برای اینکه ما در ایران همون که عرض کردم خصوصی سازی نبوده، اختصاصی سازی بوده. شما نگاه کنید به آمارهای خود سازمان دولتی خصوصی سازی که میگه از نزدیک 2000 شرکتی که رفته تو این سازمان برای خصوصی سازی، ما فقط 10% شرکت ها رفته واقعا به مردم، یعنی به بازار آزاد رفته و تملک مردمی گرفته. بقیه اونا همه اختصاصی سازی شده و رسیده به آقازاده ها و این نهادهای زیر نظر رهبری و عملا همه چی دست دولته. فقط اگر تا جواب شما به صحبتی که آقای کیانپور مطرح کردن در مورد اینکه ایران دولت‌های ایران از هاشمی به بعد دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول رو اجرا کردن چیه؟ نکردن. به خاطر این من عرض کردم که ما اصلا سرمایه‌داری در ایران، بله من منظورم نیستش که ما سرمایه‌داری نداریم، اما سرمایه‌داری ایران یک سرمایه گرایی نهادگرای مبتنی بر کارکرد دولته. اصلا چیزی به نام مفهوم سرمایه‌داری بازار، اصلا بازار آزادی در ایران نیست. مثال زدم براتون، گفتم هفته اخیر ما شرکت‌های دانش بنیان که میتونست در واقع یک نشانه‌ای از بازار آزاد باشه، این رو آستان قدس رضوی اومده یک فراصندوق ایجاد کرده و اصلا خودش اینو داره میگه که ما می‌خوایم تمام پوشش بدیم و کل این صنعت دانش بنیان رو زیر نظر بگیریم. پس عملا ما اصلا چیزی به نام سرمایه داری بازار آزاد نداریم که اگر این ساختار فرو بریزد کمان کمونیست، بعد بازار آزاد شد، رقابتی شد. شما در بازار بنزین مثلا یه تولید کننده دارید و اون دولت خودش قیمت میده، خودش میفروشه، این که بازار آزاد نیست. وقتی شما بازار آزاد نداری طبیعتا نمیتونی بیای از نئولیبرالیسم انتقاد کنی. آنچه در ایران داره اتفاق میافتد منطبق است برای یک اقتصاد دولتی و شبه دولتی. صاحبان این اقتصاد چیزی از نئولیبرالیسم نمیدونن و کاملا هم جداست از این گفتمان. شما میفرمایید که اون چه که در خیابون‌های در واقع شهرهای مختلف کشور در آبان ماه شاهدش بودیم اعتراضی هست که در واقع ملت دارن و میخوان که شرایط اقتصادی آزاد فراهم بشه، ولی آیا در شعارهای کمچین چیزی رو شما میبینید؟
در کنش ها میبینید چرا اعتراضات 98 از اعتراض به مؤسسات مالی شروع شد؟ مگه مؤسسات مالی صاحبانشون چه کسایی بودن؟ نهادهای شبه دولتی اومدن برای اینکه نقدینگی رو جمع کنن عدد سپرده ها رو بردن بالا و این کارکرد اقتصاد دولتی به مردم ضرر زد. مردم اومدن به بانک ها اعتراض کردن. در اعتراضات اخیر هم همین اتفاق افتاده. بانک در ایران یک نماد یک حضور دولت در اقتصاد، چون ما بانکداری مستقل که نداریم. من عرض کردم از سال 57 اصل 44 فاتحه بازار آزاد رو در ایران خوند. درسته که در اواخر دهه 80 آمدن به توصیه بانک جهانی وارد حوزه خصوصی سازی کنن، اما آنچه که اختلاف افتاد خصولتی سازی و اختصاصی سازی بود. یعنی بذارید از آقای کیانپور بپرسم. آقای کیانپور، به نظرم یه جمع‌بندی صحبت های احمدی رو اگه بخوایم بگیم این هستش که حتی اگر دولت های ایران قرار بوده اون دستورالعمل های بین المللی رو اجرا کنن، اونطور که دلشون خواسته اجرا کردن، نه اونطور که واقعا باید اجرا میکردن. آیا شما با یه همچین برداشتی موافق هستید؟ این شیوه اجرا، من گفتم شیوه اجرا در واقع سیاست های نئولیبرالی هر جای فرق میکنه. ما در ایران با شکلی در واقع شکل هار و خشن در واقع اجرای سیاست های نئولیبرالی داریم، با یه جور پدیده در واقع شوک درمانی روبرو هستیم و استفاده از در واقع فجایع و شرایط بحرانی برای پیشبرد برنامه تعدیل اقتصادی. این هم در واقع به لطف اون ساختار سیاسی است که در واقع یک ولی فقیه هست، همزمان درون و بیرون قانونه، میتونه قانون رو ملغا ایجاد کنه و برای شوک، ایجاد شوک احتیاج دیگه به طوفان و سیل و زلزله نیست، با یک تصمیمی میتونه اون شوک رو در واقع این نظام ایجاد کنه. و در واقع در این شکی نیست که این سیاست های نئولیبرالی بوده، نه فقط من گفتم فقط معطوف به کابینه های در واقع انتخابی نیست، معطوف به در واقع همین تجاری شدن خود نهاد ولایت فقیه، یکی از خصیصهای اصلی است. و این آیا فکر میکنید اون شعار براندازی که مثلا در کف خیابون‌های ایران هم شنیده شد در آبان 98 دعوای چپ و امپریالیسمه؟ دعوای چپ و رفته کرده امپریالیسم رو در واقع الان اینجا خب اون به بحث دیگه ای هست. ولی خب در واقع من به نظرم ماهیت اقتصادی سیاسی نظام رو کلمه امپریالیسم نشون میده. و این کم که بگیم واقعا مثلا در ایران خصوصی سازی واقعی نبوده، بله تا یه حدی درست، ولی این خصوصی سازی واقعی و اینا هیچ جا در واقع با معنا نبوده و اگر بود هولناک‌تر بود، برای اینکه بالاخره هیچ نیروی نبود که در واقع نیروهای سرمایه رو برای همین سود بیشتر و اینا مهار کنه و حالا باز منافع گروهی باعث میشه اینا دست به عصاتر در تعدیل کارگر و اخراج و اینها عمل کنن. یک چیزی هم من در مورد این کوچک شدن دولت و اینها بگم که در واقع هم مهمان شما هی بهش اشاره میکنه. ببینید این دولت در واقع به شکل بنا به تعریف باید ضامن بازتولید اجتماعی باشه، یعنی چی؟ یعنی بقای مردم رو تضمین کنه، یعنی مردم کار داشته باشن، بتونن فردا برن سر کار. و اون اتفاقی که در نئولیبرالیسم افتاده، دولت به جای اینکه ضامن بقای بازتولید کلیت جامعه بشه، تبدیل شده به ضامن بقای سرمایه. این چیز همون چیزی است که در واقع خود مردم هم در ایران تو خیابون میگن که در واقع این نظام فاسد است و همین در حال دزدی است، یا تمام این حرفا رو در واقع میشنویم و این واضح است. در واقع بذارید از آقای احمدی بپرسم. آقای احمدی، اونچه که به هر حال جنبش دانشجویی در واقع اصلا این بحث ما برای این هستش که اهمیت داره جنبش دانشجویی، در اینکه جنبش دانشجویی میتونه سمت و سوق بده به نگاهی که در واقع جامعه داره برای هر تحولی، هر تغییری. به هر حال روشنفکران جامعه، دانشجویان جامعه میتونن فضایی ایجاد بکنن برای گفتمانی که میتونه قدم‌های بعدی رو بر اساس اون تنظیم بکنه. بحث من این هستش که آیا فکر نمی‌کنید که نگاه شما، نگاه نئولیبرال، غایب هست در گفتمان روشنفکری که الان در ایران هست، در گفتمان دانشجویی که در ایران هست، نگران نیستید؟ ببینید، الان من برای اینکه به سوال شما برسم کوتاه بگم، همین نهادهایی که
مهمانتون میگه که در واقع توصیه نامه خصوصی سازی برای ایران صادر کردن، همون نهادها در گزارش هایی که هر ساله دارن بازنش میدن و داده است و فکت، میگه که آقا اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد بسته است، یعنی هیچ اثری از اقتصاد بازار آزاد در ایران رخ نداده. و همونطور که شما بهش پرداختید، گفتید که در جنبش دانشجویی آیا بیان لیبرالی غایب است یا نیست. این یک نگاه تاریخی داره. ببینید، ما در دو دهه اخیر سه تا جنبش رو میتونیم به صورت جنبش جدی ببینیم. جنبش 78 که با دانشجویی، نهادهای مستقل دانشجویی شروع شد، مطالبه داشت. و چرا من میگم جنبش؟ برای اینکه اینا در مقابل حاکمیت ایستادن. اما بعد اتفاقاتی که افتاد، نهادهای مستقل دانشجویی مثل همین دانش آموختگان و لیبرال های سازمان دانش آموختگان و لیبرال و دانشجویان لیبرال ایران رو، اینها دچار زندان شدن، دچار محرومیت و محکومیت، و خیلی از نهادهای مستقل دانشجویی دیگه هم به همین سرانجام دچار شد. و اتفاقی که افتاد که در همه حکومت‌های مستبد میفته، یک سری نهادسازی موازی با نهادهای اصیلی که در یک جنبش اتفاق میفته رخ داد و باعث شد که ما جنبش دانشجویمون یک سرنوشت نافرجامی داشته باشه، مثل چیزی که امروز دارید میبینید دیگه. بله، رگه هایی از جنبش دانشجویی هنوز مستقله، اما شما نمیتونید نظارت هیئت نظارت بر تشکل ها و اون در واقع رد سلویت های سلیقه‌ای و فلیه‌ای که روی نهادهای آقای احمدی، اون چه که ما در 16 آذر دیدیم و در شعارها دیدیم به نظر نمیاد هرگز مهر تاییدی از هیچ یک از این نهادهای نظارتی گرفته باشه. اما بذارید ادامه بدم به جنبش سبز که میرسیم، که آقای موسوی یک بیانیه دادن که این بیانیه مهمیه اتفاقا. حالا اینکه ایشون صدایی در جامعه داره یا نداره، این محل دغدغه نیست. اما از طرف کسی که میخواهد جمهوری اسلامی حفظ بشه، اما در یک تغییر ساختاری به یک اصلی در ایدئال ایشون که حالا دهه 60 برسه، ایشون میگه که در اتفاقاتی که اخیرا افتاده تمام لایه‌های جامعه داره به هم میرسه. یعنی دیگه ما فقط با یک سری جنبش کارگری و آدم بیکار مواجه نیستیم، هم با اون بازاری مواجه هستیم که به علت سیاست‌های غلط دولتی امروز رفته زیر خط فقر، هم با صنف معلمان طرفیم. اتفاقا یک پیوستگی در تمام لایه‌های جامعه داره اتفاق می‌افته. این چیزیه که از اون بیانیه میشه بفهمی و این یک نشانه خوبی است که بله، درسته که ما نهادی به نام نهاد لیبرال نداریم، اما خاستگاه لیبرال امروز یک مطالبه اصلی بین مردم شده. مردم می‌خوان خودشون کارآفرینی کنن، میخوان خودشون صاحب ثروت خودشون باشن و هیچ قیمی وجود نداشته باشه که بین ثروت خودشون و کارآفرینی خودشون در واقع بخواد مدیریت کنه. بذارید به عنوان جمع‌بندی یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای کیانپور، از شما بپرسم تجربه‌ای که به هر حال تجربه بعد از انقلاب، دهه اول بعد از انقلاب در ایران هست، این هستش که به هر حال چپ‌های اسلامی سر کار بودند و حکومت به نوعی داشت داستان در واقع چپ رو دنبال می‌کرد. فکر نمی‌کنید که همین باعث شده باشه که نگاهی که جامعه ایران به چپ داره اون نگاهی نیست که به هر حال پیش از انقلاب داشت، یا اتفاقهای بدتر هم مثلا فروپاشی شوروی هم تاثیر گذاشته روی این نگاه؟ در صورت یه سر شرایط دوران عوض شده. ما با یک گردش به راست در جهان روبرو بودیم از دهه 90 که الان در واقع دوباره با گردش به چپ روبرو هستیم. و من ولی با پیشورزتون مخالفم در واقع. اینکه ببینید، خب این مردم چی میگن؟ مردم شعار نانکار آزادی دادن. ببینید، اسماعیل بخشی در واقع به عنوان نماینده کارگران هفت تپه یا کارگران کشت و صنعت مغان، کارکنای بیمارستان امام خمینی کرج، کانون صنفی معلم‌ها، اینا چی میگه؟ اینا هم شعاری که در واقع دانشجو، ولی ما موافقیم با حرف آقای احمدی که همه به هم نزدیک شدن. الان فرقی بین اون کارگر بیکار و مثلا بازاری که نمیتونه کار بکنه، نمیتونه درآمد داشته باشه دیگه وجود نداره. طلبات مشترک وجود داره، ولی پشت این نزدیکی در واقع شکاف‌های واقعی وجود داره. ببینید، من مثال میزنم، این مهمان شما در واقع به شکل قاطعی میگه در ایران نئولیبرالیسم نیست، ولی پشت این نفی قاطع یه جور تصدیق البته با شرمساری هم وجود داره که این اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی،
آزاد شدن قیمت چیز خوبیه، یعنی در واقع ایشون موافقه، یعنی روشن کنن. من در واقع خب پس اجازه بدین من 30 ثانیه هم بیشتر وقت ندارم بگم، آقای احمدی هم پاسخ بده. من واقعا به نظرم جوهر برنامه اقتصادی در واقع این دوستان سلطنت طلب با جمهوری اسلامی به ویژه اصلاح طلبان یکی است. همشون میخوان بیمه خصوصی باشه، آموزش خصوصی باشه، مردم بچه‌هاشون رو بخوام ببرن مدرسه 5 میلیون پول بدن. بله. آقای کیانپور اجازه بدین آقای احمدی خیلی کوتاه پاسخ بده. آقای احمدی من عرض کردم خدمتتون، اولا اینکه اصلاح طلب یا سلطنت طلب چه بخواه یک بحث دیگه است. ما داریم در مورد مسائل اقتصادی صحبت میکنیم. نئولیبرالیسم میگوید دولت موظف است که تامین اجتماعی رو سر و سامان بدهد، امنیت اجتماعی، آموزش رایگان رو به وجود بیارد. این یک فکت. و فکت دیگه اینه که در ایران همونجور که من گفتم لایه‌های اجتماعی در آینده نزدیک به هم خواهند رسید. مطالبات، این که من میگم قیمت آزاد باید بشه که مهمونتون در واقع میگه، اینو باید بازار تعیین کنه نه دولت. متشکرم آقای احمدی. متاسفانه وقت ما همینجا تموم شد. بحث جالبی است. من مطمئنم در هفته‌ها و دفعه‌های آینده هم باز با شما خواهیم بود. آقای احمدی، آقای کیانپور، متشکرم که در این بحث شرکت کردیم و ممنون از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت ما و سایت یوتیوب ببینید و میتونید پادکستش رو از اپلیکیشن پادکست یا تلگرام بشنوید. شب روز خوش. We'll be right back.